أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شود که امیر یک قدر دقت کنید، اینا خیلی جواب درد شما میخورد، تنها در اخلاق نیست، در اصول فقه هم به درد شما میخورد، در خیلی از جا به درد شما میخورد. ما در اصطلاح دو عقل داریم، یک عقل عملی، یک عقل نظری. یک اصطلاح عقل عملی، عقل نظری. گاهی به جای عقل لفظ حکمت میارند، حکمت نظری، حکمت عملی. عقل ما دو تا عقل داره؟ نه خیر، یک عقل. ما دو تا حکمت داره؟ نه، یک حکمت. پس این چیه که میگم عقل بر دو قسمه، عقل نظری و عقل عملی، یا حکمت عملی و حکمت نظری. یعنی این قسم که عقل دو، عقل یک عقل، دو قسم ادراک داره، دو قسم ادراک داره. ای که دو قسم ادراک داره، مجازن عقل تقسیم میکنیم که عقل دو قسمه، عقل نظری و عقل عملی، و الا عقل یک عقل، ادراکش فرق میکنه. یک دفعه واقعیات درک میکنه، واقعیات اجتماع نقیزین ممکنه یا محال، اجتماع نقیزین محاله یا ممکن، اجتماع زدین ممکنه یا محال، وجود اصیله یا ماهیت اصیله. در فلسفه مثلا ای ماشاءالله جن وجود خارجی داره یا نداره؟ مثلا جسم لطیف چیه؟ جسم کثیف چیه؟ اینا چی سوالات یکی از واقعیات میکنیم. ستاره بزرگ یا کوچیکه؟ کهکشان چند تایه؟ اینا از واقعیات سوال میکنیم. عقل که این آره درک میکنه، این را میگن عقل نظری. دو چند میشه؟ سوال مهم اینجای دو چند میشه. خب میگم دو چند. هندسه، مسائل چیز، حساب، هندسه در کل هر دو تار یک جا کنی، هندسه و حساب ریاضیات میگن. ریاضیات، فیزیک، کیمیا، در این موارد که عقل حکم میکنه، امر ادراکش ادراک نظریه. این میگن عقل نظری به اعتبار ادراکش امور نظریه. خب یک مرتبه انسان واقعیت درک نمیکنه، میگم این کاری که تو میکنی نیکوی یا زشت؟ نیکو به عربی چی میگیم؟ حسن. زشت چی میگن؟ قبیح. از حسن و قبح افعال صحبت میشه. فلانی کار قبیح یا حسنه؟ زدن یتیم میگیم قبیحه، کمک کردن به یتیم و پیرزن و پیرمرد و مریض ناتوان نیکویه، نیکویه. یک سلسله ما و شما حسن و قبح داریم، ای کار خوب ای کار بد، ای کار خوب ای کار بد. حالا خوب و بد به فارسی بگو، زشت و نیکو به فارسی بگو، یا به عربی حسن و قبح بگو. در نوعاً حسن و قبح در علم اخلاق این دو کلمه تکرار میشه. تمام یا 80 یا 85% مسائل علم اخلاق محمولاتشان امی دوتایه، نیکوست عربی بگویم، قبیست یا حسن، اینمیه. از قب و حسن صحبت میشه در علم اخلاق، از حسن و قب افعال. گاهی از حسن و قب افعال صحبت نمیشه، از حسن و قبح ملکات نفسانی صحبت میشه. ملکی جود برای انسان نیکوست،
ملکه بخل، حرص، کینه‌توزی برای انسان بد است. ملکه شجاعت برای انسان نیکوست. ملکه ترس، جبن برای انسان قبیح است. هم از افعال خوب و بد صحبت میشه، هم از ملکات خوب و بد، از اردوتا. پس ایت خوب ایدوتا شد. یعنی امیر ایناری عدش کنین و خوب دقت کنین. یعنی عقل عملی هر جایی که باشه، در اخلاق یا در غیر اخلاق، دو محمول داره، دو حکم داره. یکی از این دو تا موضوعات، یا حسنون یا قبیحون، حسن و قب، بدی و خوبی، زشتی و نیکویی. همینه دیگه، حکم سیوم نداره. در فقه اگر ما و شما باریم چند حکم داره؟ پنج تا. حکام تکلیفیش پنج تا هست. حکام وضعیش ممکنه داتا شوه. هر سراسر فقه که بگردی، یا مباحه، یا مکروه، یا مستحب، یا حرام، یا واجب، پنج حکم تکلیفی شرعی داریم. یا حکام وضعی داریم، باطل صحیحه، بطلان و صحیح. ای کار باطله، ای کار صحیحه. نماز که خواند ای باطل بود، ای روزه صحیحه که گرفتی. نمیدانم که فلانی مال مردم خورده زامنه، زمان حکم وضعیه. صحیح، باطل، زمان، اینا قول فلانی حجته، حجیت، اینا همش احکام وضعی فقهیه. در فقه احکام تکلیفی پنج تایه، در عقل نظری که در مسائل اخلاق و عقلیات صحبت میکنیم دو تایه، حسن و قب. چی باقی ماند؟ عقل نظری باقی ماند که از واقعیات صحبت میکنیم، که گفتم دیگه وجود اصیله یا ماهیت اصیله. نمیدانم که معلول به علت ممکنه یا ممکن نیه، دور ممکنه یا ناممکنه، تسلسل چی. این موجود کرات آسمانی بزرگ یا همی قدر کوچک که ستاره به نظر مامیه همی قدره. مثلا دیگه برو همین واقعیت هایی که در نجوم و در فلسفه و در فیزیک و کیمیا و بیولوژی و جیولوژی و این در امینا جاری میشه. اینا عقل نظریه، فقط ادراک میکنیم، در عمل نیه که بگویم این عمل نیکوه یا حسنه یا زشته. از حسن و قب صحبت نمی کنیم. در عقل نظری سه محمول داره. سراسر فلسفه را که بروی، یکی از این سه محموله. سراسر علوم تجربی را بروی، یکی از این سه تایه. بیولوژی، نمیدانم که فیزیولوژی، به هر جایی که بروی نمی سه تایه. در واقعیت امکان، امتناع و وجوب. میگم علت که پیدا شد واجبه که معلولش پیدا شوه. معلول به علت مستحیله. مستحیل و ممتنع هر دو یکیه. انسان دوسر ممکنه، بعضی حیوانات دوسر میاین دیگه، ممکنه، نه ممتنع نه واجب، ممکنه. پس در حکم نظری نمی سه حکم محموله، در عمل جاداره، ممکن است، واجب است، ممتنع است، یا میگه محال است. فهمیده شد؟ ای خلاص، ای یک مطلب، ای خیلی جواب درد شما میخوره. از الان میایم در فقه، در اخلاق میایم. سراسر اخلاق همی دو کلمه گرفته. حسن است و نیکو، قبیح. حسن قبیح، حسن قبیح. خب ما اینا چی اعتبار داره؟ باید این فکر کنیم که این محمولات چی مقدار ارزش داره.
اگر گفتیم به اعتبار ای حسن و قبح، میگیم به اعتبار کل علم اخلاق باطل میشه، موضوعات صرف میمانه. میگیم سخاوت، تو میگی حسنون، میگم ای حسن به اعتبار، اگر به اعتبار شد چی باقی من؟ هیچ. تو بگو سخاوت من موضوع، او چی من بود به علم اخلاق که ما دوست صحبت کنیم؟ سخاوت صحبت نمیتوانیم، از استعاله و امکانش که صحبت نمیتوانیم، چون ای عقل عملیه، به عمل مربوطه. کل علم اخلاق از سر تا آخر میشه که کتاب اخلاق بگیری بین آتیش بندازی، باطل میشه، همه ما و شما راحت میشه. باید ما این صحبت بکنیم، خصوصا اخلاق یونانی پر از امیه. اگر ما ثابت کردیم و ثابت شد برای ما که حسن و قبح بی ارزشه، ارزش نداره، اعتبار نداره، اخلاق یونانی که هزار سال در مدارس دینی تدریس شده کلش باطل میشه، باید دیگه اخلاق پیدا کنیم، عوض کنیم، اشترینگ خود از این را بگردانیم. این خیلی سوال مهمیه. از امی جهت بود که در دوران جهت وقتی که من این کتاب نوشتم که علی چاپ چارو میشه چندو میشه نمیدانم، دیگه ننوشتم که اخلاق، دیدم که او به درد نمیخوره اخلاق یونانی، نمیرمندم که روش جدید اخلاق اسلامی، امی روش جدید اخلاق اسلامی دلیلش همی بود که به نظر ما این حسن و قبحی که در علم اخلاق یونانی بیان شده و شاید هزار سال کمتر بیشتر این در بین ما بوده، این رو باید خداحافظی کنه، به درد نمیخوره، حسنون حسنون قبیحون، مگر اینکه مردم فریب بدیم. خود که فریب داده نمیتوانیم، نه مردم فریب داده میتوانیم. ما مسائل علمی رو میخوانیم، باید واقعیت ها رو درک کنیم، این مشهور یا غیر مشهور، اونا به درد ما نمیخوره، باید خود ما بشینیم تحقیق کنیم. این بحث، این فصلی که ما صحبت میکنیم برای امیه که تا چی مقدار این حسن و قبح برای ما ارزش داره و تا چی مقدار اعتبار داره که ما بیاییم اما چیز فقط امی فتوار بدیم که اصنون قبیحون خلاص دیگه صحبت نکنیم. باید ما بفهمیم این به سرنوشت زندگانی ما مربوطه، این را میخواییم بخانیم، انشاءالله که فهمیده شد دیگه. او عبارتش خود شما دیگه باز مطالعه کنین، برای شما حل میشه. این حسن و قبح از احکام مشهوره، احکام مشهور عقلی، غیر مشهورات هم میگن. صناعات خمسه در منطق خاندن یا نه؟ در منطق در بحث صناعات خمس ما تقسیم میکنیم، یکی ضروریات ها، بعد اونام ضروریات هم بر شش قسمه. ما یک قسم افتوم هم نوشتم، حالا دیگه صحیح یا صحیح نیست، او رو باید دیگه خود شما ببینه. یعنی مشهور در منطق ضروریات را تقسیم میکنن به شش قسم، ما گفتم یک قسم افتوم هم داره، او رو هم نوشتم. خب حالا شش قسم یا هفت قسم، او امو درجه اولیه که ما میخواییم جهان خارج از امو اقسام به دست داریم. ارتباط انسان با خارج از خودش به امی شش قسمه. اگر نظریه دلیل نظری باشه باید برگرده، تسلسل میشه دیگه، باید برگرده به یکی از امی قضایای ششگانه یا افغانه ضروریات برگرده که ضروری شوه، و الا اگر او ادله تو به اینا برنگرده دلیلت باطله، قصور قبول نمیکنه. باید ادله که ما اقامه میکنیم اگر دلیل نظری باشه باید برگرده به یکی از امی اقسام ششگانه که قسم اول صناعات خمس
در منطقه. شما الان که چیز میخوانند دیگه، هم در دخترای ما و هم شما منطقه چیز میخوانند، مظفر میخوانند، خدا رحمتش کنه. خوب خیلی خوب، در آخر جزء دیوم منطق اینمی صناعات خمس هست و بورا باید خوب یاد بگیرید، برای استدلال شما در علوم دیگر مفیده. سر شما بس مغالطه نمیره، اشتباه نمیکنن، با واقعیت بهتر درک میکنن. این یک مطلب. خب یکی هم مشعوراته. مشعورات چیه؟ ببین مثلا من میگم دو چار، این یک قضیه. ای به کجا مربوط میشه؟ عقل نظری. دو چار، خب جمع دو در دو چاره، ضرب دو در دو چاره، یعنی قطع از ضروریات ای. این یک مسئله. یک مسئله دیگه هم میگه ظلم قبیحه، عدالت نیکوست. خب این شد دو قضیه، ظلم قبیحه، دو چار، این دو قضیه. الان که شما نشستین، ما و شما نشستیم، ار دو تا برای ما قطعیه. چی فرق کرده دو تا؟ فقط میگیم ظلم مربوط به عمله، ای عقل چیزه عملیه، چون مربوط به عمله ظلم کردن. دو چار میگیم ای عقل نظریه، یعنی به عمل مربوط نیه، و الا از نظر اعتبار هر دو تا قطعیه. اونم قبول داری که ظلم قبیه، اینم قبول داری که دو چاره؟ نه، فرق داره. ای که فقط فرقش تو اتو فهمیده ما، و تو که یکی نظریه یکی چیز، یکی عملیه، درست. ای یک فرقشه. فرق دیگه شیه که در اعتبارم فرق میکنه. اولی عقلیه، دومی عقلائیه. این مسائل دقیقه در مباحث، این خیلی دقیقه. اینا رو باید ما و شما که میخواییم درس بخوانیم، اینا رو درست تشخیص بدیم. اینا درسته. امروز برای ما و شما هر دو قضیه قطعیه. فقط میگم فرقشیه که اون نظریه دو چار، عدل یا مثلا یا عدل نیکوس یا ظلم قبیه است. حالا من یک کلمه میگم، ظلم قبیه است. ای هم قطعیه و هم قطعیه، ولی ای قطعی بودنی ای با قطعی بودنی او فرق میکنه. هر در قبولی امروز برای ما و شما هر دو تا مقبوله، هر دو مقبوله، ولی در ارزش فرق میکنه، اعتبارش فرق میکنه. او دو چار اعتبارش خیلی قوی تره از ای که میگیم ظلم زشته. چرا؟ عقل نظری اگر تو تن فرق شرعیه، اگر تو تنها در امی کره زمین خلق می شدی، هیچ کس غیر از تو نمی بود. مثل که خدا آدم در زمین آورد همراه حوا. اما حضرت آدم هم بگذار، او پیغمبر بود، از مادر خود صحبت می کنیم، حوا علیه السلام، از او صحبت می کنیم. حوا می دانست که دو چاره، هیچ کس نبود با او، کنود اولاد نیاورده بودن. با آدم هم در این مورد هیچ صحبت نکرده، تنهای تنها. حالا اونا صحبت های دیگری کردن، اما من میدانم، من نبودم اونجا وقت، ولی من میدانم که اینا نه هیچ وقت از با آدم در موردی که دو چار میشه صحبت نکرده. آدم میدانه او صحبت نکرده بود، ولی میدانست که دو چار میشه.
الان او با کدوم لفظ صحبت میکرده، چاره چی میگفته، دو دور چی میگفته، اونا مهم نیه. اوست زبان اونا چی بوده، زبان ما چیه. ما ادبیات نمیخوانیم که از زبان و لغات صحبت کنیم. بحث ما سر کلمات و لفظ نیه، سر معنایه. حوا میدانیست که دو دو چاره، چاره میدانیست. انسان بود، او از ضروریات عقل انسان میگه، عقل انسان او را میگه. احکام عقلی، ما یک احکام عقلی داریم، یک احکام عقلایی داریم. اینا ارزششان فرق میکنه. بعضی اوقات انسان اشتباه میکنه بین این دوتا. این دوتا احکام عقلی، او یک عقل انسان ولو تنها در روی زمین باشی، عقلت به او حکم میکنه، حکم میکنه که بلی همیتوره. تناقض، البلفظ تناقض نمیگم، ولی معنای تناقض بی بی هوا میدانست، سلام الله علیها میدانست که تناقض نمیشه. که ام بی بی هوا در این خانه است، اگر ما می بودیم پیش حواس، حواس سوال می کردیم که شما الان در کجایین؟ مثلا یک اتاق داشت، می گفت بین اتاق، می گفتم میشه که امی الان هم بین اتاق باشین و هم نباشین؟ می گفت نه. تناقض ضروریه، او حکم عقلیه. او دیگه نه فکر می خواهی، نه مشوره می خواهی، نه به آرای مردم رجوع کردن می خواهی. پس احکام عقلی که اگر گفتیم ای عقلیه، مثل ضروریات منطق، اونا قبل از با وجود آمدن اجتماع هم ثابت بود و انسان با اونا حکم می کرد. بعد از اون که اجتماع انسانی با وجود آمد و امروز 7 میلیارد و چند میلیون انسان داریم، بعضم امو عقلیات ما هست، تا به قیامت هست، اینا تغییر نمی کنه. خب احکام چیز چی؟ عقل عملی نمیشه چی منده بودیم؟ مشهورات. مشهورات چیزم میگن، مستقلات عقلیه هم میگن، مستقلات عقلیه هم میگن، مشهورات هم میگن. او چیه؟ که انسان تا زمانی که در اجتماع داخل نشوه حسن و قبح نمیفهمه، باید در اجتماع داخل شوه، یک چیزایی یاد بگیره. اگر ایچ وقت سیلی برویت نخوره، کسی حق تو را ضایع نکنه که آخ و اوخت بلند شو که 1000 اوغانی مرا برد، تو که با 1000 اوغانی خود علاقه داشتی، برد. گفته نمیتوانی که ظلم قبیه. تو با ما اگر به هوا میگفتم که چی میگه در مورد ظلم، میگفت ظلم چیه؟ میگفتم یکی به حق کسی را ببره. او گفته نمیتوانیست که یک کاری بدی، این زشته، قبیحه. گفته نمیتوانیست. او باید ببینه که آدم در اجتماع باشه، میفهمه که ظلم چقدر زشته، درد حس میکنه. وقتی که سلی بروش بخوره درد حس میکنه. تو یک وقت سلی خوردی، ولو مادرت تو را زده، پدرت تو را زده، درد حس میکنی. الان نگاه میکنی یک نفر بدون جهت او سیلی میزنه، میگی نزن، نزن که کار قبیه. تو تجربه آموختی، میدانی که درد میکنه این. اما اگر میفهمیدی که آدم گرسنه را یک سیلی بزنه او سیر میشه، میگفتی به یک سیلی مرا بزن، خودت پیشنهاد میکردی همه تو را دیگه. تو الان میفهمی که بعضی درده مسکن میخواه، میری پیش دکتر پول میدی، میگه بیا مرا سوزن بزن، درد داره سوزن، میگه بیا مر سوزن بزن. میفهمی که این دردش خیلی جزئیه، این مسکنش شو خواه نرفتی، تو دندانت درد میکنه، و دکتر یک سوزن تور میدنه، خودی سوزنم درد داره، ظلمه این، به حساب درد داره. ولی این دردش جزئیه، مسکنه چیز آرام میکنه، درد دندان شو خورخورت بالا میشه، نه آخ و اوخت. فهمیده شد که چی گفتم؟ پس بالاترین احکامی که روشن از عمل در احکام عقل عملی چیه؟ اینه که میگیم امی دوتایه،
العدل حسن، عدل نیکوست، و الظلم قبیح. ای در او صورت ما ایره قطعی میدانیم که انسان داخلش در اجتماع شود. چیزای ما در زندگی فردی ما نمیدانیم که برای ما قانون لازمه نیکویه، اما وقتی که در اجتماع داخل میشیم میبینیم که مثل جنگل ای بر او ستم میکنه، او بر او ستم میکنه، او آمده یه رفته 2 ساعت 4 ساعت کار کرده، یا کمی یک حیوان شکار کرده میخواه الان ایر پخته کنه بخوره، او به جانش میای مثل گرد ایر از پیش میگیره و میخوره، او گرست نمیگذاره. اینا را میبینیم که عباد میفهمیم، بر اساس تجربه میفهمیم که زندگانی انسان با زندگانی جنگل باید فرق کنه، یا قانون لازمه نیکویه که ما قانون درست کنیم، با قانون محتاجیم. چیکار میشه؟ ای احکام عقل عملی بعد از تشکیل اجتماع و ارتباطات افراد بشر با هم دیگری و تجربه که می آموزن، وقت ای حکم صادر شده که العدل عدل حسن و ظلم قبیح است، قبیحون قبیح، می بینی که ارزش فرق کرد. اینا احکامیه که عقل انسان عقلش قد نمیده به این احکام عقل عملی بدون اینکه خود در اجتماع فرض کنه. اما او احکام عقل نظری چی؟ نه او فقط به عقل ما مربوطه. یک نفرم باشه گفتم بی بی حوا، یک نفرم که باشه او میدانه که 2 2 4 احکام ضروری عقلی را همه میدانه. به انسانیت ما و به استعداد ما و به عقل ما مربوطه، نه به این که ما مراجعه کنیم به اجتماع. احکام عقلایی مشعورات اویه که بعد از مرحله اجتماعی که انسان به وسیله بعد از اجتماعی شدن حکم میکنه. فهمیده شد؟ به عبارت دقیق تر که مشعورات تعریف کنیم، به عبارت دقیق تر در تعریف مشعورات در منطق این قسم گفتند: قضایایی است که آرای عقلا بر آن مطابقت و موافقت نموده است و انسان به واسطه شورتش آن را قبول می کند و مانند ضروریات نیست که آدمی آن را بدون توجه به شورت و به اجتماع اولا و ابتداعا تصدیق می کند. مثلا اگر به بی بی حوا می گفتیم که کل بزرگتر یا جز، مسلمان او می گفت کل چیزه بزرگتر از جز، جز جز کل دیگه، یک چیزیه که به اجتماع مربوط نیه. چرا تو قبول میکنی که کل بزرگتر از جزه، جز کوچکتره؟ فقط میگی واقعیت داره، قطعیه قطعیه. اما اگر بگم چرا قبول کردی که باید قانون در اجتماع باشه، میگی مشهور آقا ایره اما گفتن، این مشهوره بش به خاطر شهرتش قبول میکنه که در اجتماع این مشهور شده، از همین خاطر اینا را مشهورات میگن. یک سوال دیگر بگم، خب چرا عقلا اینا را اعتبار میکنه؟ عقلا که اما عاقلن، چرا اینا را قبول کردن؟ تا به امروز قبول دارن. از امو اجتماع 5 نفری حضرت آدم بگیر که آمد قابیل، حابیل آمد، قابیل چیز آمد، قابیل آمد، حابیل کشت. خب که گفتم قبیه، آدم هم ناراحت شد. آدمو زمان که قتل گفتم قبیه قبیه، تا به امروز و یقینا تا قیامت میره. او قلا برای چی قبیه اعتبار میکنه؟ برای چی؟ اونا به تجربه فهمیدن که امنیت مصالح عمومی امیر تقاضا میکنه. ممکنه یک وقت یک نفر گرسنه باشه، خانه یک نفر میرد شب خود میندازه 500 افغانی را دزدی میکنه، برای امین نفر دوز این خیره،
نیکویه که خود از گرسنگی نجات بده، یه آدم دیگه هم پول داره 500 افغانیش کشیده میخواه ببره، این برای دوز نیکویه. ولی اقلا قبول نمیکنه، میگه ظلم، ظلم قبیه. چرا؟ چون ای تنها به امی مورد نمیمانه، برای ای دوست خوبه، اما برای کل جامعه چی؟ که پرده بگویم، افراد بگویم که بیاین شما هم دزدی کنه، کس دیگه برای کارم نمیره، هر کس که گرسنه شد میای میره دزدی میکنه. اوقلا مصلحت اجتماع را میبینن، به خاطر مصالح اجتماعی خود، چون انسان بدون اجتماع زندگانی نمیتوانه. معنای مدنیون به طبعیه که حوائج و نیازهایی که ما داریم در زندگانی فردی تامین نمیشه. زندگانی اجتماعی میخواییم، نجار میخواییم، خیاط میخواییم، عالم دینی میخواییم، نمیدانم که سیاسی دان میخواییم، فیزیک دان میخواییم، این همی چیزایی که جامعه به هم محتاجه. هر کدامی ما و شما الان نگاه میکنیم، اما به سر ما محتاجیم، به کلای خود محتاجیم، کارخانه میخواهی که ایر درست کنه، به واسکت خود، به لباس خود، به عینک خود. امی الان که ببینیم درمی لباسای عادی که پوشیدیم 100 نفر کار کرده، لغمی نانه که میخوریم، بزگر میخواست، زمین میخواست، تخم میخواست که دختن، گاو میخواست که قلبه کنه، یا ترکتور میخواست که ایر زمین قلبه کنه، به آب محتاج بوده. ای بد او آسیاب محتاج بودیم که این گندماره که بیای آرد کنه، آتش میخواستیم، به چوب محتاجیم که جنگل بیاره یا برو نفت استخراج کنه. به یک لغمنانی که میخوریم 100 نفر کار کرده. این زندگانی انسان که میگن مدنیون به طبعی نمیه. پس ما زندگانی اجتماعی رو میخواییم. وقتی که زندگانی اجتماعی شد، زندگانی اجتماعی را اقلا میدانند که بدون عدالت اجتماعی پیش نمیره، جنگل میشه، باید قانون باشه. ای اقلا چرا اعتبار کردن ای اصلا و قبیهونه؟ به خاطر اینکه صلاح اجتماع و جامعه در ای بود. اما اگر تو به خانه به یک کوت نباشی، نه حسن به کار توی نه قوب، هیچ چیز نمیخوای. ولی وقتی که در اجتماع میایی، خط قرمز قبیحون میایه، خط سبز حسنون میایه، یک کار حسن، یک کار قبیح، یک کار حسن، یک کار قبیح. اقلا ایره برای مسالی جامعه اینا را وضع کردن که زندگیشان آرام شود و اینا مشغول شدن. امروز امو مشغول، ما نامی اونا را مشغولات مندیم، امینایی که حسن و قبه داره و امروز ما هم اونا را برای امی با هم او غرضی که اونا داشتن ما هم اون غرض داریم. میگیم بدون این نمیشه، اجتماع جنگل میشه. نه، باید همی حسن و قبه باشه، حکومت هم باشه، او زمین اجرایی حسن و قبه. خوب فهمیده شد که چی از کردن؟ ها، خلاصه من اونی که به اینجا مربوط بود یک دفعه دیگه هم تکرار میکنم که ما ادراکات ما دو قسمه، یک ادراکات عقلی تو او را چی میگیم، یک ادراکات نظری عقل. عقل دو قسم ادراکات داره، یکی ادراکات نظری که او را میگیم عقل نظری، مجازن عقل تقسیم کردیم و الا عقل یکیه. او چیزایی که ما اصن و قوب افعال درک میکنیم نامیزور ماندیم عقل عملی، چون اصن و قبح در غیر افعال نمی آید، در عمل. ما گفته نمی توانم که این نیکوست، این قبیحه یا حسنه، این یک موجود خارجیه. با یک معنا میشه که بگوییم این خیلی خوبه، که البته اشتباه نکنین، او که میگیم خوبه، مثلا میگیم طلا خوبه، مثلا مس میگیم خوب نیه، مثلا طلا خوبه، اونجا او دیگه معنا داره، یعنی قیمتش بالایه، کامله. علم خوبه، جهل بده. ای وسن خوب به این معنای اصطلاحی اخلاق نیه. او که میگیم که علم خوبه یعنی عقل کماله، جهل بده، عقل و جهل صفته،
علم و جل، او صفته، او فعل نیه. وقتی که میگیم العلم حسنون یعنی العلم کمالون، الجهل قبیحون، او قبیح به معنای نقصه، یعنی جهل نقصه برای انسان. ای جایی که ما الان میگیم که عدالت خوبه، معنای خوب چیه؟ حسنون معنا کنیم، معنایش چیه؟ یعنی فاعلش مستحق مدح و ثنایه. شما زر اوغانی خود به فقرا امروز دادیم، میگیم ای آقا سخیه و سخاوت کردن حسنه. یعنی چی؟ یعنی فاعل ای سخاوت که تو باشی مستحق حمد و ثنایی، مستحق مدحی. حسنون یعنی مستحق مدح. قبیحون سیدی زدی بروی زو مستحق، میگیم ای قبیحون یعنی مستحق سرزنشی. ولی وقتی که میگیم علم حسنون، اونجا مستحق مدوینانیه، میگیم کمال برای انسان. جه قبیحون یعنی نقص. خب امیدوارم که فهمیده شده باشه. این یک موضوع. یک موضوع دیگر باز تکرار میکنم که اردو تا ارزش داره، حسن و قبح هم ارزش داره. ما الان به او عمل میکنیم، همه وقلا برای ما الان اینا معتبره، قضایای کلیش به طور فعل جمله، که بعض فردا اگر یک چیز گفتم نگویی که او رو قبول کردی، فعل جمله قبول میکنیم. العدل حسنون، الظلم قبیحون، این معما قبول داریم. اما جز از کل کوچکتره، کل از جز بزرگتر، اورم قبول داریم. اونا قبل از اجتماع و بعد از اجتماع عقل به او حکم میکنه، چی بی بی هوا باشه و چی الان امشیرهای ما که در اجتماع چند هزار ساله بشری نوبت رسیده به اینها و به ما و شما. بعضم قبول داریم که میگیم بلی عدالت کاری خوبی است، ظلم کار زشتیه، هیر ما قبول داریم. ولی اگر قبل از اجتماع باشد، نه، هیچ وقت این حکم نمی کرده. باید در اجتماع داخل شد، ظلمم ببینیم، عدلم ببینیم و ببینیم که برای جامعه چی خوبه چی بد، او حکم صادر میشه. اما عقلیات قبل از او بعد از او، فقط امی آدم عقل داشته باشه کفایت میکنه. انشالله اگر فهمیده باشین و عبس کنین، اینا خیلی به درد شما میخوره. و الحمدلله رب العالمین.